شدم من در زندگانی بر جان زد و پر عشق نهانی جانم از این عشق بر لب رسیده عشق نیازم بر رخ چکیده یک سو غم او یک سو دل من در تار موی در این میانه دل می کشاند ما را به سوی خانم مهدی کی به اسپانیا مهاجرت کردید و چی شد اصلا رفتین اسپانیا اسپانیا رو انتخاب کردید؟ من سال 1976 یعنی تقریبا 3 سال قبل از انقلاب ایران پس اون موقع بله اون موقع من رفتم اسپانیا و البته تا قبل از انقلاب یکی 2-3 بار برگشتم ایران برای اجرای بعضی از آهنگهای فیلم باز هم که خیلی خیلی میخواستن حتما من بخونم یعنی در واقع من از اون موقع کار خوندن رو با صورت حرفه‌ای دیگه کنار گذاشتم. جدا میگین پس بله. از اون زمان شما گذاشتید؟ بله و اسپانیا رو خیلی دوست داشتم با اینکه ایران هیچ رابطه‌ای با کشور اسپانیا نداشت و واقعا ناشناخته بود برای بله. مردم بله. کشور اسپانیا ولی من خیلی دوست داشتم فرهنگشون رو دوست داشتم موزیکشون رو خیلی دوست داشتم بله. و دیگه رفتیم اسپانیا بسیار هم عالی چند تا فرزند داری؟ من 4 تا بچه دارم آخه. بچه که چه ارز کنم فرزند بهتره بگم بله خیلی بزرگن همه 4 تا بله پسرم از همه بزرگتره و بعد 3 تا دختر دارم من در مورد پسرتون 3 تا دختراتون رو میدونستم شبنم و شادی و شیدا ولی پسرتون رو نمیدونستم واقعا شما یه پسرم دارید بله اسمشون چیه؟ حسین میدونید که این برنامه خب برنامه زن امروزه به عنوان یک مادر و به عنوان یک زن هنرمند جامعه واقعا چطوری شما تونستید که هم هنرتون رو داشته باشید هم مادر خوبی باشید هم فرزندانتون رو بزرگ کنید کار سختی بود البته من بچه هام خیلی پشت سر هم آمدن و دیگه فرصت اینه که کارای هنری رو به اون صورت بخوام ادامه بدم هم نداشتم و ترجیح میدادم که بیشتر در محیط خانواده باشم بیشتر با بچه ها باشم و بیشتر نگران تربیت بچه ها باشم بیشتر سعی میکردم با اونها باشم اونها هیچ وقت احساس کم بود نکنن به این دلیل خیلی خیلی فعالیت های هنری من از موقعی که ازدواج کردم کم شد یه دلیلش این بود البته که کمتر شد فعالیت های من و یک دلیلش هم این بود که من در اسپانیا زندگی می کردم و هیچ گونه رابطه با جوامع ایرانی نداشتم و اصلا هیچ موزیک ایرانی نبود شرایط ایرانی اجتماعی بودن اجتماعی ایرانی اصلا نبود و خواه نخواه یک کمی دور شدم درست. از محیط هنری و البته تمام هنرمندانی که میخواستن این راه رو ادامه بدن همه رفتن به لس آنجلس بعد از انقلاب که خب حقم داشتن چون اونجا شرایط طوری بود که تونستن کارهاشون رو ادامه بدن و منم کم و بیش هر وقت یک سفری میکردم به آمریکا برنامه هایی داشتم یا برای مصاحبه هایی برای تلویزیون و اینها داشتم
گفتید که یه طوری یه کار حرفه‌ایتون رو گذاشتید کنار، کمتر انجام دید. الان شما کاری تو دست دارید، یعنی کار جدیدی که بخواین ارائه بدید؟ البته تو این مدت من آلبومای جدیدی نه زیاد ولی یک چند تایی آماده کردم و در اختیار دوستان عزیز قرار گرفت. الان اخیراً هم یک مجموعه درست کردم که به زودی منتشر میشه به اسم از ایران میگویم. و که البته یکی از ترانه هاش همین به اسم از ایران میگویم هست و ترانه های دیگه هم هست که امیدوارم که دوستان دوست داشته باشن. حتما. گفتید به نام ایران هستش. ایران چه مفهومی برای شما داره؟ ایران همه مفهومی برای من داره. من واقعا دلم میخواد، آرزوم اینه که یک روزی دوباره بتونم به ایران برگردم و برای مردم بخونم و فکر میکنم، یعنی اعتقاد قلبیم این هست که هرچی که دارم، هرچی که هستم از ایران هست و ایران برای من یک سرزمین مقدس هست و همیشه معبود و محبوب و معشوق منه. آخه عزیزم. بله. و فکر میکنم همه ایرانی ها به ایران عشق میورزن. بله. و آرزوم این هست که یک روزی ایران آزاد رو ببینم
مردمش در نهایت رفاه، آسایش و خوشبختی باشن و همه جا سربلند و پیروز باشن. مرسی، چه آرزوی قشنگی کردین خانم عبدی. اگر چیزی هست که واقعا ناگفته مونده و شما دوست دارید با هموطنان عزیزمون مطرح بکنید، حتما وقتشه که این رو مطرح بکنید. بعد من آخرین سوالو از شما میکنم. پیام من برای همه هموطنان عزیزم اینه که آرزوم اینه که هر جا هستیم ما ایرانی ها سعی کنیم در جوامعی که زندگی می کنیم، در فرهنگ های مختلفی که زندگی می کنیم، به هم نوعان خودمون عشق ببرزیم و که افراد جامعه که ایرانی نیستن احساس نکنن که ایرانی ها متعصبن یا جدا هستیم از بقیه. سعی کنیم در نهایت صداقت، امانت و عشق با بقیه مردم رفتار کنیم. متاسفانه بعضی جاها دیده شده که رفتاری از ایرانی ها میبینن که یک به اصطلاح قول اسپانیولی ها این مخن بدی میذاره در ذهن مردم. سعی کنیم واقعا اینطور نباشه و نماینده یک ایران بزرگ و شکوهمند و آزاد باشیم، گرچه در ظاهر فعلا الان بله در ناراحتی هست. بله، به هر حال هر کجایی که ما هستیم، در هر جایی که زندگی میکنیم، هر کدوم ما به قول معروف ایندیویدوال ما، هر انسانی با خانواده کوچیکش میتونه یک نماینده خوبی باشه برای ایرانیان جامعه. بله، یه سوال خصوصی دارم ازت. بفرمایید. خصوصی ولی در تلویزیون پخش میشه. بله، اشکالی نداره، ما با بینندگانمون نه حرفا رو نداریم. بله، خب بفرمایید. اگه بخواید چند کلمه قشنگ رو برای بچه هاتون بگین چیه؟ به خود بچه ها بگن؟ بله. بچه های عزیزم، خیلی خیلی دوستتون دارم و به شماها افتخار میکنم و آرزو دارم که همتون در نهایت صداقت و صمیمیت به هر جامعه‌ای که در اون زندگی میکنید خدمت بکنید. آخه عزیزم، به هر حال خانم مهدی، واقعا افتخار ما هستید که آمدید به شهر ما در ونکوور و ما افتخار میکنیم که در خدمت شما هستیم. من اینجا جا داره که از خانم و آقای ابراری تشکر کنم که این موقعیت رو برای ما گذاشتن تا ما بتونیم این مصاحبه در واقع خودمونی رو با شما داشته باشیم. امیدوارم که از شهر ما ونکوور لذت ببرید و دوباره تشریف بیارید پیش ما. این دفعه اومدید مهمان من و همسرم مجید ماهیچی باشید. ما خوشحال هستیم که پذیرای شما باشید. متشکرم. منم از شما تشکر میکنم، همینطور از مجید خان عزیز که این موقعیت رو به من دادین که هم خدمت خودتون باشم و هم خدمت همه بینندگان عزیز. یک دنیا خوشحال دارم.